الو، واقعا باریکلا، بهت تبریک میگم. هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه و اصلا هم به روی خودش نیاره. راجبه چی حرف میزنی تالین خانم؟ همون روزی که بلند شدی رفتی خونه خواهرم و من متهم به گم شدن شوهرم کردی، همون روز بلند شدی اومدی اینجا و منو دلداری دادی و به هم گفتی که به من شک نداری. خوب بازیگری. میشه در آرامش با هم حرف بزنیم؟ راستش شما واقعا یه دروغگوی حرفه‌ای هستی. کاش یادم منم بدین چطوری دروغ بگم بدون اینکه معلوم بشه. من به شما دروغ نگفتم. گوش کن جاد، من ناراحت نیستم که به خودم زحمت دادم و برات غذا درست کردم. اصلاً ناراحت نیستم که همه ی حرفات دروغ اندر دروغ بود. من از دست خودم ناراحتم. ناراحتم که باورت کردم و حس حماقت میکنم. برای یه زنی مثل من سخته که حس کنه احمقه و خیلی راحت سرش کلا میره. مگه نه؟ نیروها رو جمع کن بیا. آروم باشین، این مثل بقیه نیست. کاریو که بهت میگم بکن. اوف، هنوز موبایلش خاموشه. نگفتم که نمیاد. آروم باش عزیزم، حتما یه عذری داره. نه نداره، اگه داشت که میومد بهونه نداره. به خاطر همینم اون نمیاد. بای راما، صبر کن عزیزم. راما آی خدا، خدایا خدایا، دیگه کسی نمونده که به خاطر ایشون به من زنگ نزنه. اون وقت گوشی تو مشغول نگه داشتی؟ آخه داری چی کار میکنی؟ فکر کردی؟ داشتم ازش بازجویی میکردم و نمیخواستم اعصابم به هم بریزه. آگه این دختره چی کار کرده بازجویی میکردی؟ تازه برای چی آوردیش اینجا؟ قربان، خودش کاری نکرده، ولی مدیرش چرا؟ بها میخواد منو گمراه کنه. یه قرارداد قدیمی که مال یه سال پیش رو نشونم داد و گفت این علت اختلافش با شریکش عامر بدران بوده. ولی تالین خانم تاکید کرد که اختلافشون سر یه چیز خیلی بزرگتر از قرارداد یا همچین پروژه بی‌ارزشی بوده. حالا به کجا رسیدی؟ معلوم شد که تحلیل من درست بوده. یه قراردادی است که بها داره دنبالش میگرده. انگار دست عامر بدران یا یکی از نزدیکاشه. علت اختلافش با شریکش همین بوده. دخترم اعتراف کرده؟ بله قربان. میخواسته به خاطر یه قرارداد که گم شده اخراجش کنه. البته من نمیدونم که چی هست، ولی میدونم که خیلی مهمه، مهمتر از اونی که فکر کنه.